امریکا از روند از سرگیری گفتگوهایش با امارات اسلامی در دوحه خبر می‌دهد. وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که قرار است هفته آینده توماس وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان به دوحه برود و برای دو هفته با نمایندگان امارات اسلامی روی مسائل گوناگون گفتگو کند. Next week, special representative for Afghanistan, Tom West. هفته آینده نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، تام وست برای یک دیدار دو هفته‌ای با مقام‌های طالبان به دوحه می‌رود. آنها درباره منافع ملی ما در رابطه با افغانستان گفتگو خواهند کرد. مبارزه با حراس افغانی، خروج مسئول برای شهروندان امریکا و افغان‌هایی که ما با آنها تعهد ویژه داریم، کمک‌های بشردوستانه و وضعیت اقتصادی افغانستان شامل این گفتگو می شود. چگونگی پیکار با داعش و همکاری امریکا از این منظر با افغانستان بخش دیگری از این گفتگوها خواهد بود. ما متحد هستیم که جلو داعش را بگیریم و اطمینان حاصل کنیم که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن حراس افغانان مبدل نشود. ما با همکاران بین المللی مان زیر نظر ائتلاف جهانی برای شکست دادن داعش کار می کنیم. کابل که تاکید ورزیده در راستای مبارزه با حراس افغانان نیازی به همکاری واشنگتن ندارد، میگوید که در دیدار مقام‌های حکومت کنونی با توماس وست درباره عملی‌سازی تعهدهای آمریکا در نشست دوحه، آزادسازی پول‌های منجمد شده و بهبود روابط کابل واشنگتن گفتگو خواهد شد. در این گفتگوها روی سه مورد در عموم بحث می‌شود. نخست، عملی شدن تعهدات پیمان دوحه از هر دو طرف. دوم، آزاد ساختن ذخایر بانکی افغانستان که این برای اقتصاد کشور ما بسیار مهم است و سوم، بهتر ساختن و به میان آوردن زمینه های خوب برای روابط دیپلماتیک و سیاسی بین هر دو کشور. اما آیا این نشست می تواند گره‌گشای چالش های روابط میان افغانستان و امریکا باشد؟ جامعه جهانی تا وقتی که طالبا در پالیسی های خود بخصوص در قسمت محدودیت هایی که بالای خانم ها وضع کردن تغییر نبیارن، جامعه جهانی اینا را قبول نمی کنن. ایالات متحده آمریکا با حکومت طالبان هنوز وارد روابط رسمی دیپلماتیک نشده. واشنگتن مانند سایر کشورهای جهان، سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی منتظر عملکرد طالبان است. نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان در اوایل ماه نوامبر نخستین سفرش همچون نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان را به اروپا و آسیا آغاز کرد. او نخست به بروکسل رفت و در آنجا با مقامهای اتحادیه اروپا و متحدان امریکا دیدار و درباره افزای افغانستان و شمول نقشه راه برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی ریزنی کرد.